سه تا نود ما توی کالر داریم مینیموم مکسیموم و کلمپ که نوت هایی هستن برای مت استفاده میشن مت ها در واقع همون انتخاب های ما از تصویر بودن اگر خاطرتون باشه من یه بار اومدم یه HSL کی انتخاب کردم اومدم توی این گفتم که فرزن میخوام پوست صورت این خانم رو انتخاب بکنم حالا من تا جایی که بتونم سعی میکنم قسمت بیشتری رو انتخاب بکنم و حالا بیام اینجا مثلا یه ذره گستره بیشتری رو انتخاب بکنم و من راضیم الان از این متی که انتخاب شده این چیزی که الان اینجا انتخاب شده در واقع یه نقشه سیاهی و سفیدیه افکت هایی که ما میخوایم اینجا اعمال بکنیم به نرم افزار میگیم فقط جاهایی که انتخاب شدن اعمال کن اگر بخوایم پوستشون رو یه مقدار تار بکنیم که نرم بشه فقط میگیم توی این منطقه اعمال کن به این کار اصولا میگن متینگ یا درست کردن یک مت یا یه در واقع نقشه سیاه و سفید برای اینکه نرم افزار بدون کجاها چه فیلتری رو اعمال بکنه خب اینجا من انتخاب کردم پوست مورد نظرم رو ما یه ماکسیموم داریم که من اگر بهش وصل بکنم الان شما میبینید چه اتفاقی میفته ماکسیموم شما حد اکثر نور هاتون رو و هایلایت هاتون رو بیشتر میکنه برعکسش مینیمومه اگر شما الان مینیموم رو نگاه بکنید سایه هاتون و تیرگی هاتون بیشتر میشن از طریق این براش سایز میکنید میتونید اندازشون رو بیشتر کنید مثلا من اگر اینجا بزنم براش سایز من دو باشه شما میدونید تیرگی ها بیشتر میشن مثلا اینجوری من میتونم عینک این خانم رو جدا کنم یا مثلا اینجاها رو از تصویر جدا بکنم برعکسش دقیقا توی ماکسیمومه اگه من بیام اینجا ماکسیموم رو انتخاب بکنم و مثلا بگم دو قسمت های بیشتری از تصویر انتخاب میشن همونطور که شما میبینید اینجا ما یه مقدار چیزهایی هم داریم که انتخاب شدن ولی ما دوست نداریم توی تصویر باشن گزینه دیگه که برای این کار داریم حالا ممکن شما بگید خب مثلا ما میایم توی مینیمم براش سایز رو مثلا میکنیم سه یا حالا پنج حالا تا جایی که دوست داشته باشیم اینو میبنیم بالا اما راه دیگه هم وجود داره که کلمپ هست شما اگر دقت کرده باشید اینجا ما یه مپ سیاهی و سفیدی داریم کلمپ شما کاری که انجام میده به این صورته که میاد میگه حد اقل سیاهی ها چقدر باشن الان اینجا شما میدین یه سری خاکستری ما داریم میتونیم اینها رو ببریم کلمپ کردن در واقع بریدن اونهاست من میام مثلا این میذارم روی 5 دهم و همونطور که شما دیدید اونها همشون محو شدن میتونم مپ سفیدی من بذارم مثلا روی 8 البته نه چون اینجا من پوست صورت این شون رو میخوام من همون روی یک میذارم و شما میبینید که مپ من خیلی تمیزتر میشه مت من در واقع من میتونم شیشته هم بکنم و شما میبینید کوچولو کوچولوهای گیزگیزی هایی هم که بودن دیگه اونا از بین رفتن یا مثلا حالا هفت دهم نه فکرم با همون شیش بهتر باشه خب ممکن الان شما بگین خب اگر من الان این رو اجازه بدید من این مکسیموم و مینیموم رو حذف بکنم و همین HSL کی باقی بمونه ممکنه شما بگین الان من اگر اینو اعمال بکنم به آلفا بلند همون کاری که قبلا کردیم و یه بلور هم اعمال بکنم بهش و بیام نگاه بکنم کل تصویر تار میشه غیر از اینکه خود جاهایی که سفید تار میشه بقیه تصویر هم کم و بیش تار میشه علتش اینه که آلفای ما جاهایی رو که خاکستری هستند هم در نظر میگیره حالا شما میخواین این قسمت که خاکستریان رو سیاه بکنید و فقط چهره این بازیگر دیده بشه همونطور که خدمتون گفتم یه نود کورو ما داریم میاد این رو وصل میکنید بهش این یکی رو من وصف به و حالا شامیه توی کورفتون اون جوری که میخواین مپتون رو ببخشید من یه بار دیگه این کار تکرار میکنم در مورد کورف قبلا صحبت کردم ممکنه شما الان براتون سوال شده باشه که خب حالا این چجوری کار میکنه این قسمت شما از سیاهی شروع میشه به سفیدی و از اینجام از سیاهی به سفیدی وقتی شما یه نقطه رو جابجا جا میکنید در واقع شما یه نقطه سفیدتر رو تبدیل میکنید به یه نقطه سیاهتر یا بالعکس من حالا شما همونطور که اینجا میبینید میخوام تمام قسمت هایی که خاکستریان از بین برن و فقط سفیدی های من باقی بمونن قطعا به ذهن شما هم این سوال رسیده که خب الان که این خیلی ناجور شد اگه ما الان آلفا بلند نگاه کنیم لبه تصویر کاملا مشخصه از افکت بلار رو بر استفاده می و من این حالا بلار رو وست میکنم روی دا بلار دابل کلیک می و الان دیگه مپ من لبه نمیده هر که یک ممکنه کم باشه یک کنیم کنم بهتر باشه و پوست بازیگر من یه مقدار تار میشه البته میزان تاریه مقدار زیاده من کنم سه ده هم کافی باشه شاید هم کمتر و بقیه تصویر دیگه تار نیست و حالت عادی داره خب این هم از کلمپ مینیموم و مکسیموم